سختگیری های شاه عباس. شاه عباس اگرچه با مردم و رعایا مهربان بود، ولی آنچه که معلوم است حکایت از آن دارد که فردی دقیق و سختگیر به ویژه در خانوادهش بود. پدر خیش را به زندان انداخت، دو برادرش را نابینا کرد، پسرش را به ظن آن که علیه وی شورش کند کشت، دو پسر کوچکش را نابینا کرد و پسر دوم او نیز در زمان حیات وی مرد. شاه عباس پس از نابودی سپاهش به دست گرجی‌های جنگاور در صحرای مار تقوپی مشغول جمع آوری سپاه شد و با 200,000 مرد جنگی به گرجستان لشکر کشید و عده‌ای از گرجی‌ها را قتل عام کرد. او 200,000 گرجی را به عنوان اسیر به داخل ایران کوچانید و مخصوصاً دستور داد که هر یک از این اقوام را به ولایتی که در آن آب و هوا و شرایط زندگی با وطن اصلی ایشان شبیه باشد انتقال دهند. به همین خاطر در ابتدای ورود گرجی ها به ایران آنها را در مازندران که گمان می رفت از لحاظ آب و هوایی همانند گرجستان است سکونت دادند. ولی با نامساعد بودن آب و هوا اکثر آنان به شهرهای داخلی ایران روانه شدند. سپس عده‌ای از آنان را جهت حفظ پای تخت از حملات و غارتگری های اقوام کرد و لور و همچنین به دلیل آب و هوای مساعد و مزارع و شکارگاه های مناسب به فریدن غرب استان اصفهان امروزی مهاجرت داد. تا هم انتقام نابودی سپاهش را در مار تقوپی از جنگاوران گرجی بگیرد و هم آنان را سدی در مقابل یورش های اقوام لور قرار دهد. و نیز بهترین روش از بین بردن فرهنگ آنان که آنان را در مجاورت اقوام ارمنی، لور، ترک، فارس و عرب قرار بدهد. Thank you.